درود و وقت بخیر دوستان عزیز، اسمت اخگر هستم. دوباره به خدمتتان آمدم بعد از یک وقفه چند روزه یا چند هفته، نمی‌فهمم دقیقا چند روز شد. خب قسمت 38 الستراتور کار کردیم، ویدیویش هست، میتونید برید ببینین. حالا ویدیوی 39 ما کار میکنیم که در مورد ماسک است، ماسک کردن خلاصه شیپ ها میتونه تصاویر باشه همراه وکتور یا هر رقم باشه، خلاصه یکی از جوانب باید وکتور باشه که ما اینه در الستراتور کار میکنیم. البته قبلا در فتوشاپ کار کرده بودیم که با یک کمک تفاوت داره، ولی کانسپتش عین کانسپت است، فقط نوعیت استفادهش میتونیم نحوه استفادهش فرق میکنه. خب دوستای عزیز، زیاد وقت را نمیگیریم، میریم و شروع میکنیم از اول. خب دوستای عزیز، ماسک کردن در حقیقت اینطور یک چیزی است که ما میخواییم یک قسمت از یک شیپ معلوم شوه، یا از یک آبجکت مونیم به شکل عموم، یک قسمتش معلوم شوه و یک قسمتش معلوم نشه، و یک قسمتش که معلوم میشه این چه رقم یک شیپ داشته باشه. باز ما این را امرای ماسک کردن چندین لیر سر یکی دیگه میتونیم که باز دستاوردهای بسیار متفاوت داشته باشیم. خب اول میخوایم براتون بگویم انواع ماسک کردن در الستراتور. ما سه رقم ماسک داریم، ببینین به هر کدومش یک آرت بورد گرفتیم، یکی از درا انساید، یکی کلیپینگ ماسک، یکی اوپاسیتی ماسک. درا انساید در اصل طور که از نامش میبینین این ماسک نیست، یعنی در نامش ماسک نامده، ولی درا انساید هم همون کانسپت اساسی ماسک داره که بازم در درا انساید ما تصمیم میگیریم که یک شیپ کدام قسمتش معلوم شه و کدام قسمتش معلوم نشه. خب ببینید، ما براتون یک مثال میتونم، مثلا ما یک دایره میخوایم در اینجا کرییت کنم. در اینجا یک لیر دیگه باید بگیریم، اینی لیر انتخاب کنیم، اون لیر ما لاک بود. خب من الپس طوله گرفتم، شفت امرایش میگیریم که دایره پرفکت بیه، دایره بر ما جور شد. این حال فرضاً ما در امرای زمین دایره میخوایم درا انساید کار کنم. قبل از این ما شما کار کرده بودیم، یادم است در جای ما ایره کار کردیم، مربوط از طولا بود، بخاطر که آپشنش در پایین است. خب من در اینجا براتون نشان میدم، مثلا ببینید شما، ما سه آپشن در قسمت پایین داریم، یکی درا نارمال، یکی درا بیهیند یعنی در پشترش رسم کن، و یکی درا انساید یعنی در داخل از رسم کن. این حال فرضاً من ایره دارم، من این انتخاب میکنم درا انساید، و وقتی این انتخاب کنم ببینید به شکل اتومات یک چوکات ببینید داتد یا نقطه‌ای در چهار طرف از این آمده. حال من وقتی خیلی گرفتیم میتونم این دار برم یک شیپ رسم کنم، میتونم برم امرای پن تول، پنسل تول یک چیز رسم کنم. خب من زیاد نمخاطر نمیخوایم طولانی شما، میام امرای مثلا میام یک شیپ میگیرم از اینجا، مثلا ریکتانگل، من در اینجا یک چیز رسم میکنم، ببینید رسم کردم. خب اینال این رسم ما آبی است، به او خاطر دیگه معلوم نمیشه. من میام رنگ از زیر تغییر میتونم به مثلا نارنجی. شما دقت کنین عزیزا، او قسمت از امی شیپ که در داخل دایره است معلوم میشه، و قسمت هایش که خارج از دایره است او دیگه معلوم نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این انساید است، یعنی در داخل از این رسم شده. اینال ببینین، به خاطر از اینکه خوب تر براتون باشه، میریم در لیر پنل. لیر پنل دیگه از من خودتون دارین، من اینو واز میکنم و باز واز میکنم. ببینین لیرهای خود رو ببینین در اینجا، دقت کنین، میره باش کلانتر بسازم که براتون خوبتر معلوم شده. ما اینجا امی خود لیره که ما داشت دایره را داریم و این شیپ که در داخل از دایره رسم شده را داریم به نام لیر تو. در این ما یک گروپ داریم، یعنی تمام از ایره در یک گروپ برمان انداخته به نام کلیپ گروپ. کلیپ ما کلیپنگ ماسک هم میگیم، مثلا کلیپ به نام کلیپ گروپ. و در داخل از گروپ اول بالا شیپی هست که در زیر قرار داره، و در پایین شیپی هست که در بالا قرار داره، یعنی سرچپه است. در فتوشاپ شیپی که در بالا بود مورد سر از او میماندیم، یعنی همون رقم شیپی که در پایین باید در پایین باشه، شیپی که در بالا بود باید در بالا باشه در ماسک کردن. ولی در الستراتور نمی سرچپه است. شیپی که فرضاً ما ماسک رو انجام ماسک میکنیم اون شیپه، او باید در پایین باشه، و شیپی که در اون ماسک انجام میشه او باید در بالا باشه. به این شکل دیدین دیجا. خلاصه این درا انساید هم یک نوع ماسک هست، نمیتونیم بگیم که ماسک نام در نامش نیست، ولی یک نوع ماسک هست. یعنی دیگه ما این کار رو میخواییم بکنیم که یک قسمت از یک شیپ ما دیده شد و یک قسمتش دیده نشه. فردان این رکتنگل سرخ که ما دیگه بالا ماندیم، میخواییم که یک قسمتش دیده شوه یا قسمتش دیده نشه. به خاطر از اون ما یک شیپ دیگه استفاده کردیم که کدام قسمتاش دیده شوه.
و جایش که نمیخوایم دیده شوه ویش کاملا اون از بین رفته. خب این هم یک نوع ماسک است، فقط خواستم براتون معلومات بدم چون این سیستم هم میرقم دیگه ماسک هم میرقم خاط بود. نوعیت دوم ماسک که ما داریم کلپینگ ماسک است. کلپینگ ماسک ما شما در فتوشاپ زیاد استفاده کردیم، به مول کمی هم استفاده میشه. خب من ایده کاملا لاک میکنم، یک لیر دیگه جور میکنم. در این لیر مثلا ببینید من دفعه هم میخوایم که یک چیز متفاوت تر انجام بدم. مثلا میگیم یک تکست نوشته میکنم، خب میام نوشته میکنیم یک چیز نوشته میکنیم، مثلا نوشیم ماسک نوشته کردیم. من یک کلش سلکت میکنم، میام در کاراکتر و سایز از ایده مثلا 300 میسازیم، بخاطر میخوایم کلان باشه. خب زیاد کلان شد، 100 میسازیم. 100 صد هم قدر کلانتر باشه خوب است. 180 بله ای تکست ما جور شد. خب ای تکست ما هست. حالا من یک تصویر میخوایم وارد کنم که هم ریدی ماسک کنم و شما مکمل پروسه رو ببینین، باید براتون دوباره تشریح میکنم. من تصویر خود وارد میکنم، این تصویر از گوگل گرفتیم، کوالتیش هم بسیار خوبش است. بله تصویر اندازه خود عکس اندازه تکس خود میسازیم و ماسک میخوایم انجام بدیم. بله تقریبا همون چیزه اندازه از همون. خب ببینید طور گفتم در ماسک که ما انجام میدیم در الستراتور فرق میکنه با فتوشاپ. باید چیزی که باعث ماسک استفاده میکنین او باید بالا باشه. فعلا ما تکس تا باعث ماسک استفاده میکنیم و عکس در او ماسک میکنیم. خیلی من چی میکنم؟ میرم در لیر پینل، در لیرز میرم. در لیرز وقتی رفتم میرین عکس فعلا بالا، من ایده تغییر میدم، عکس پایینی برم، تکس بالا میارم. حالا هر دوش انتخاب میکنم، ولی فکرتان باشه این رقم انتخاب که مکدیم فعلا این غلط هست، این فعلا انتخاب نشده. فقط با این انتخاب من میتونم یک چیز رو در داخل همین لیر پینل تغییرات بیارم. اگر بخوایم در اینجا انتخاب کنم چیز رو، باید از اینجا کلک کنم، ببینین این دایره رو کلک کنم انتخاب شوه و این علامتک یا این مربع سبز هم در اینجا باید بیایه. خب از این رو من انتخاب کردم. حال میرم در آبجکت، در ببینین باز براتون میگم در مین منیو میریم، در باز از اونجا در آبجکت باز میریم پایین. دیگه ما داریم کلیپینگ ماسک. وقتی سر کلیپینگ ماسک رفتیم ما سه آپشن دیگه بر ما میایه که البته دو تاش فعلا خاموش است، یکیش آن است یا اکتیو است. یکی اکتیو است به نام میک، یعنی بسازم این چیز را کلیپینگ ماسک بساز، یعنی ما میسازیم امروزی. و وقت کلیپینگ ماسک ساخته شد باز ما میتونیم از آپشن پایینیش ریلیز، یعنی پس رو ریلیز کنیم کلیپینگ ماسک و آپشن پایینی از او ادیت ماسک است که ما میتونیم ماسک را ادیت کنیم. خب فعلا این دوتا آف است بخاطر که فعلا ما ماسک نداریم و بالایش روشن است که میتونیم ماسک با وجود بیاریم. خب من میک میگم و ببینین ماسک ما ساخته شد. این حالا اگر شما دقت کنین تصویری که ما داشتیم او بر روی همی تکست ما آمد و یک ماسک به وجود آورد. و اینا اگر شما سعی کنین بازم در لیر پینل ما دیگه داریم کلیپ ماسک. همین رقمی که ما پیشتر در درا انساید داشتیم کلیپ گروپ، میبخشیم کلیپ ماسک گفتم، اشتباه گفتم کلیپ گروپ. دیگه هم کلیپ گروپ داریم، دیگه هم کلیپ گروپ داریم. وقتی کلیپ گروپ رو باز کنیم بازم ببینین امور رقمی که در درا انساید است امور رقم ما در کلیپینگ ماسک هم داریم. یک چیزی که بسیار زیاد مهم است براتون بگویم، مثلا چیزی که ما استفاده میکنیم به حیث ماسک که در اینجا تکست است، مثلا در اینجا می ماسک نوشته کردیم می تکست ما ماسک است و در مثال قبلی ما می دایره ما ماسک بود. شما سعی کنید یک اندرلاین دارن، یک اندرلاین ببینین اینجا زیر از یک خط کشیده، اینجا زیر از یک خط کشیده. وقت اندرلاین ببینین این به این معنی است که امو یک شیپ باست یا تکست است یا هر چی که است او باعث ماسک استفاده شده. و ببینید دوستان عزیز طور که براتون گفتم شیپ اصلی ما یعنی ماسک در بالاست و شیپ که ما ماسک کرده میشه در روی ازی او در پایین است. اگر من حالا بیایم ایره بالا ببرم بازم این تغییر دیگه نمیاد، ولی در اول وقتی که من ماسک جور میکنم باید شیپ ما تمام چیزای ما باید بسیار منظم صحیح جور شده باشن، یعنی به شکل درست ترتیب شده باشن از لحاظ که کدامش بالا باشه کدامش پایین باشه باید ایشون متوجه باشین. ولی وقتی که جور شد باز شما میتونید فردا اگه ما بیایم این دایره رو بیارم پایین، خب این لاک است، من لاک شو باز کنم. مثلا اگه میری ببرم بالا شما سکن دیجی تغییر نامد،
دیگه تغییر نام باختر چی؟ باختر که جو وقت معین شده که کدامش ماست که وقت زیر ازی خط کشیده شده، زیر ازی هم خط کشیده شده، پس از او خاطر دل ما جمع است دیگه تغییر نمی کنن. خب برای کلپینگ ماسک کار کنین، شما کلپینگ ماسک بلد هستین، در فتوشاپ زیاد کار کردین، اما کانسپت است، تنها اما نوعیت کارش فرق میکنه که اولا که کمک کار کنین براتون عادی میشه. یک چیز دیگر که میخواستم در مورد کلپینگ ماسک براتون بگیم، به شکل در مورد کنم ماسکا من یک رکنم کلسرت میکنم، کلش کمک بالا میبرم یاره، بله من گروپ شما کمال بالاتر میبرم و بیایم میره لاک میکنیم که از پیش ما خرابی نشده ای میشم لاک میکنیم. یک لیر دیگه جور میکنم، ببینید من یک مثال دیگه میخواهیم براتون بگم، مثلا بسیار سمپل، مثلا من یک دانه دایره ایجا رسم میکنم، خب رنگ دایره میخواهیم که این رنگ باشه، مثلا آبی رنگ باشه، و یک دایره دیگه هم میخوایم رسم بکنم، مثلا فکس د پالوی ازی به این رقم، این هم میخوایم رنگش باشه مثلا نارنجی، درست است؟ این حالا ببینید دوست عزیز، من اردوی ازی رو انتخاب میکنم. ببینین ما یک شیپ نارنجی یکی آبی داریم که نارنجی در بالاست و آبی در پایینش است، به این معنی است که در ماسک کردن در الستراتور گفتم ماسک ما بالا می باشه و چیزی که در او ماسک میشه او پایین می باشه، مثل که در بالا ماسک ما تکست بود در بالا بود و چیزی که در او ماسک میشه در او عکس بود، در اینجا هم نارنجی در اصل ماسک بود. من اینو میرم ماسک انجام میتونم ببینم چی اتفاق میفته، بسیار جالب است برسم که اینو باید بفهمین. میرم در کلیپنگ ماسک میگه میک، سعی کنین نارنجی ما کاملا از بین رفت، دیگه نارنجی ما دیده نمیشه، رنگش رفت. سعی کنم آدمیم در اینجا باز میتونم میرم اینمی شیپ نارنجی ماسک که پیشتر داشتیم، من انتخاب میکنم، شما سعی کنید رنگش هیچ رنگ ندارم، فلش از بین رفت، میرم بازی را همون نارنجی در کجا بود، همون نارنجی را برازی بتم اینه نارنجی پس آوردیم برش، ولی او چیزی که در ماسک میشد آبی او در جای خود است، او تکان نخورده و رنگش هم درست است، مشکل نداره. به می رقم شما سعی کنید در تکس که ما داشتیم پیشتر، در تکس که ما داشتیم، من تکس انتخاب میکنم، خود انتخاب نمیشه، لاکش باز میکنیم، باز انتخابش میکنیم. این تکس من انتخاب کردم، اگر شما دقت کنید تکس ما فلش رفته، فعلا فلش رو ضرورت نداریم، اگر فلش نارنجی باشه یا سرخ باشه یا هر چیزی باشه فرق نمیکنه، به خاطر اینکه ما روش ماسک کردیم. ولی خواستم میره براتون بگم وقتی شما یک ماسک انجام میتین به این شکل از این طریقه فکرتون باشه که فل از همون ماسکتون از بین میره، فلش از بین میره، مثل که دیجن نارنجی ببینید ختم زیر زمین نارنجی کش شده به خاطر اینکه خود از این ماسک است و در این قسمت هم تکس بود که از وام از بین رفته بود. خواستم میره براتون بگم که هم شاید بعضی وقتا براتون سوال برانگیز باشه. و یک موضوع دیگه ایست که دوستایز ما میتونیم که یکان چی داره در این گروپ ها اضافه کنیم، مثلا میبینیم خب من اینجا خب کل از جاره لاک میکنم، خیر است، میریم بکنیم یک لیر نو جور میکنم، در این لیر نو خود فردا نمیرم یک مربع میداشته باشم، حالا من این مربع رو میخواییم که در اینجا بیارم، فردا اینو من دوباره انلاک میکنم، میره مربع خود از اینجا میگیرم، این میارم در بین امی ماسک که در اینجا هست در اینجا میندازم میشه. حالا ببینیم ماسک ما از بین رفت چرا؟ چون خارج از همی کلپ خود است. اینجا پس میارم اینجا ببینید اینجا آمد. ما میتونیم که چندین چیز در داخل ماسک بندازیم، از ماسک بکشیم حتی. فردا در این تکس که ما داشتیم. من مربع رو میارم در این تکس میمانم. نظر که من اینو میبرم در اینجا. اموجه اون جای گرفت. دیدین؟ یعنی به این مناسب که میتونیم که بعضی چیزها رو در ماسک خود اضافه کنیم، بعدی چیزها رو از ماسک خود دلیت کنیم، در داخل دوم گروپ، یعنی از طریق لیر پینل ماسک های خود رو منیج کنیم که این هم بود کلیپنگ ماسک. خب دوستای عزیز نفهم چرا دفعتا الستراتور جام شد و گل شد، ولی خوشبختانه از اون قسمتی که من کار بکردم و از اون قسمت پس آمد. خب ببینین درا انساید کار کردیم، کلیپنگ ماسک کار کردیم، میریم در اوپاسیتی ماسک. اوپاسیتی ماسک تقریبا امو مثل کلیپنگ ماسک و مثل درا انساید و اینا وری است، ولی با این تفاوت که این اوپاسیتی را هم فرضاً کم و زیاد دیگه انجام میتونیم بکنیم. خب ببینیم من اینو براتون در مثال واضح میسازم، در تشریح شاید خوب واضح نشه. ببین من یک رکتنگل جور کردم، حالا میرم از طریق گریدینت، برای یک گریدینت میتونم در گریدینت آمدیم، فرضاً من گریدینت برش اپلای میکنم، اما میخوایم که گریدینت چه رقم باشه، فرضاً از سیاه سفید شد برای پس سیاه شده، من البته سر از یام کار میشه بکنیم، خب من همون تو یک چیز در نظرم است. خب این رو سیاه میکنیم، باز یک دانه رنگ دیگه اینجا اضافه میکنیم، این رو باز دبل کلک میکنیم سرش رنگ سفید، بله سفید انتخاب میکنیم. حالا ما نمیخوایم که تو باشه، میخوایم به این رقم باشه، یعنی از سیاه شروع شده در پایین بود، ما بین سفید بود، بالاش پس سیاه، پس چی میکنم؟ میایم دیگه زاویه دیگه میگم 90 درجه دور بخوره، اینه
حال ببینید چی میکنیم. حال سر از زمین ما میایم یک مربع دیگر رسم میکنم. خب این رنگ از این نمیخوایم تو باشه، رنگ از این میخوایم مثلا سرخ باشه. این حال چی میکنیم؟ در اینجا ببینید ماسک گفتیم وقتی میکنیم خود ماسک ما باید بالا باشه برعکس فتوشاپ. پس من اینو در پایین میبرم. ماسک ما اصلا نمی گریدینت است. باز اردو از این انتخاب میکنم، اردوش انتخاب کردم. آل کلیپینگ ماسک رو یک نمیکنیم. آل چی میکنیم؟ میریم از طریق ترانسپرنسی پنل. ترانسپرنسی پنل این در اینجا من دارم میشم. ترانسپرنسی، ترانسپرنسی اگه شما ندارین میتونین برین از قسمت ویندوز رو بیارین. خب وقت که اردوی از این انتخاب کردیم خود ماسکم در بالاست. ببینین در فتوشاپ چه رقم بود؟ اونجایی که سفید بود اونجا رو به ما چیزا رو نشان میداد. فعلا ماسک اگر میکردیم اونجا که سیاه بود اونجا رو باز نشان نمیداد. ببینین میرم ماسک میکنم چی میشه؟ میایم ترانسپرنسی پنل انتخاب است یا اردو جدی مالا میشه. میایم دیگه چی میگم؟ میگم میک ماسک. دیدین چه رقم شد؟ اون قسمتاش که سفید بود امی رکتنگل سرخ ما اموجاش خوب مالا میشه. آستاسو که طرف سیاه میره دیگه اوپستیان کم میشه و ایتو یک چیزه بر ما به وجود میاره که هم بسیار داد قابلیت استفاده در الستراتور داره. آلمده ای جا نمیخوایم که کل از این چیزا را کار کنم، وقت بسیار زیاد گرفته میشم. یالا وقت زیاد گرفته شد ولی فضا میتونه یکان چیز سایه بتنید یا دریا را جور میم. بسیار بسیار چیز داد. مثالش حتی امکان داره که مثالش کرده زیر من نبیه ولی قابلیت های استفاده تمام از این زیاد هست و ای را که شما کلش بلد باشین به خودتان بسیار زیاد هلپ میکنه در آینده. خب دوستای عزیز این بود درس امروز. هر سه رقم ماسک را که براتون گفتم سرش کار کنیم، گپ زدیم، شما هم کار کنین. مثال های بسیار زیاد است، سرچ کنین، گوگل کنین، برین انسپایرشن پیدا کنین و طریقه را یاد گرفتین. شما دیگه فکر کنین به بسیار چیزا میتونین که جور کنین از امروز طریقه. شاید وقت ما در این مثال واضح میسون دایره کار رسم میکنین زیر شما به یک چیزی که بسیار عادی است ولی در حقیقت وقتی که با شما زیاد استفاده کنین و درست یک هدف داشته باشین که اون رو دیزاین کنین باز وقتی که یک چیزه که عادی نمی باشه بسیار زیاد یک آپشن بسیار زیاد قوی است. خب دوستای عزیز درس امروز همه قدر بود و امیدوار هستم که براتون مفید بوده باشه. اگر علاقمند هستین مرا در سوشل میدیا فالو کنین. لطفا برین در فیسبوک اسمت اگر سرچ کنین، صفحه فیسبوک مرا لایک کنین. میتونین برین در اینستاگرام اسمت اگر سرچ کنین، صفحه اینستاگرام مرا فالو کنین و از کدش کده مهمتر لطفا برین در یوتیوب اسمت اگر سرچ کنین و چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین. وقت خوش میخواییم براتون دوستای عزیز و تا قسمت بعدی که البته قسمت استاتوس زیاد نمانده تا او وقت خوش میخواییم براتون و خدا حافظتان.